اون چیه دیگه؟ این دوربینه. باش عکس میگیرم. با دوربین دوزی بنا شبیریم تو خیابون عکس بگیریم. دیبونه. آفتی. برای هم ساخته نشدیم. الان هم طوری نشده. خیلی بعد از 3 سال از هم طلاق میگیرن. من تو فقط با هم یه نام زدیم. یه خداحافظ تموم. همین. خداحافظ و تموم. بعد از 6 ماه. بعد از 6 ماه چی؟ 6 ماهی دارم میگم بابا این خراب شده رو بفروش. حامد زمانی که الان تمام موبایل و دوربین دارم من نمیدونم که عکاسی چه صیغه‌ایه. بابا اینجا یادگار پدرمه. بعد من اینجا رو بفروشم چیکار کنم؟ یادگار پدرمه. یادگار پدرت مال 50 سال پیش بود. اگه یادگار پدرت الان یه درشکه که بود حاضر بودی بری باش مسافر کشی کنی؟ بابا میگه اگه اینجا رو بفروشی باش میتونی 4 تا ماشین خرید و فروش کنی. اون کار من نیست رانا، کار پدر توه. کار پدر من چی؟ کار پدر تو خیلی هم شریفه اما کار من نیست. من یه عکاسم. عکاسی چی؟ عکاسی از 4 تا مجلس خط سرور رو نامزدی و تولد شد کار؟ از خرید و فروش ماشین بهتره. آره، اون کار تو نیست. حداقل با اون کار میتونستی دستت به دهنت برسه. منو 4 تا جای درست و حسابی میبردی. حداقل اینجا رو درست کنه. میدونی خرش کنه. توفانیه با. بیا پشو. ای جونم. آخ من چطور. بفرمایی. دست درد نکن. میخوای من باش حرف بزنم؟ فایده ندارم. ببین اون که میدونه سالگرد ازدواج من و مجیده حتما هم میاد. بعد که با هم روبرو بشین اصلا اوضاع یه جور دیگه میشه. نمیاد. تو که میای. این چیه؟ این یه دوربین گرون قیمته که واسه حامد کادو خریدمش. یعنی اومده بودم آتلیه بدم بهت تا ولی دیدم هوا ابریه گفتم بخیر. کلی مایاشو دادم. مارکشو نگاه کن عشق کن. حیف که عمر نگاتیو به سر اومده و دنیای دیجیتاله. حالا چند خریدیش؟ 7 تومن. یعنی 25 میگفت من 7 خریدم. یه پسر افغانی بود گوشه خیابون پیداش کرده بود. فقط اینا دیگه فیلماش پیدا نمیشه. اطمینان فیلمم توش هست. بعد نهایی چند تا عکس بگید ببینید چجوریه ها؟ دستگاه مونتاژ و دوربین دیجیتال بگیریم. درآمد خوبی دارم. سلام رفیق بی معرفت من. ما رو قال گذاشتی شام نیومدی ها؟ ولی ما شام شما رو آوردیم محفوظ. فسنجون که دوست داری. چرا نیومدی؟ بی معرفت. اصلا شلوغی نداشتم. شلوغ نبودیم که من بودم و نرگس و پدر مادرش همین. آره. شیرین خانم. بله آقا حامد. عکسای آقا مجید رو میاری؟ چشم الان میارم. نه خوب عکس میگیره مجید. جونم. باور کن. حالا من برات این عکس‌ها رو با یه سری عکس از قدیم ازت دارم. اینا رو یه آلبوم می‌کنم. این کارو سالگرد ازدواج. ای بابا شرمنده می‌کنی. چطوری شینو خانم؟ بفهم. ببینی؟ اینا رو اون دوربینه گرفته. چه جاله. ببین 3 نفریه چقدر خوب شده. خوبه واقعا. راضیم. ببینم. برنامه چه خبر؟ ببینم داره چی می‌کنی. من برم جنگ دیرم شده. نرگس پوستمو می‌کنه. زندگانی من نسیم دلپذیر بستان کجایی؟ فقط وقتی گشنت ادبیات فارسی بالا میزنه دیگه. قشنگه نه؟ کادو هست که دیشب مام بابا دادن. خوشی که خیلی آره خوشی. ببین کجا بزنمش مجید؟ تابلوی چقدر آشنا
من هیچ جایی دیدمش. خونه بابا تینا نبوده؟ یعنی چی؟ یعنی تابلوهاشون زیادی کرده واسه ما کادو آوردن. آره اصلا زیادی بوده. تو خوبی. بیا غذا بخوری. بدو. فسنجونو دادی به حامد؟ از رانو خبر شد؟ سالاتو بذار رو میز. سویچ ماشینتو بده. حامد عکس‌ها کجاست؟ نه نصیب عکاسی باید کامپیوترم یاد بگیری؟ حواست نیست میگم عکس‌ها کجاست؟ رعنا راست میگفت. مثل میمونه که تو این زمونه بخوای با درشکه مسافر کشی کنی. میشه به من گوش کنی؟ میشه بگی عکسایی که من از من نرگس گرفتی کجاست؟ مجید دارم باهات حرف میزنم. منم دارم با تو حرف میزنم. کار واجب دارم. عکسارو بهم برسون بجون. من قرار نبود آلبوم کنم برات. آلبومو بذار برای بعد. الان عکسارو بهم بده کار واجب دارم. بجون فوری. خیلی خب بیا. باورم نمیشه. چی شده؟ این تابلو موقعی که داشتیم عکس میگرفتیم اصلا تو خونه نبود. یعنی پدر مادر نرگس این تابلو رو تازه دیشب برای سالگرد ازدواجمون فرستادن. بوده بوده اومد اینجا سر به سر من بزنیم. سر به سر تو گوشی رو برده من دنیم زن نرگس بپرس. فیلمه رو یادت میام؟ یه فیلمی بودش که توش یه روزنامه بود از آینده خبر میداد. آره یه فیلم فانتزی تخیلیه، توهمیه. اصلا توهمی. همه این دوربین از آینده عکس میگیره. مطمئنم. حالا چرا اینجا؟ ببین این ساختمون نیمه کار است دیگه، دارن روش کار میکنن. اگر این دوربین واقعا آینده رو نشون بده، وقتی از اینجا عکس گرفتیم احتمالاً دری پنجره‌ای باشه تو عکس. مثلا چه می‌دونم اینا رو جابجا کرده باشن. از این میگی؟ شواله. جفتتون دمتون گرمه. بابا دمتون گرم. انسانو به چند جایی ساختمون بعد سری عکس می‌گیری. خوبی؟ چطوری آواز می‌گیری؟ حالت خوبه؟ قربونت برم. دل جیهت آماده است. دمت گرم. یه عکاسی ده تا ازت میگیر. همین الان بگی. یه عکاسی ده تا ازت میگیر. آدم سوژه میگه فوتوژنیکی رو دست نمیده. حامد همین الان بگی. تافته میخوام نره. خودت هم بیا. بیا برید. بس بیا. این آدم اون کسیه که دیگه با ما نمیپره. قربونت برم. حامد جون خودت هم بیا. حامد جون خودت هم بیا. حامد این عکس رو ببین. پشت فضلی تو عکس رو میگم. اینا تو عکس نبود مجید. اصلا نوشته به علت فوت ناگهانی. مغازه تا اطلاع ثانوی تعطیل. واویلا پدر فضلی. عمران چی؟ عمران اگه این مردنی باشه. آره اگه مرز پرز یه چیزی داشته باشه و علاوه اسرائیل این طرف ها پیداش نمیشه. پس بقیه عکس ها چی؟ چرا تو بقیه عکس ها آینده نیست؟ گوش کن رفیق، اینجوری نمیشه. دل بخواهی که نیست هر موقع دلت خواست از آینده عکس بگیری هر موقع دلت خواست نگیری. ببین منو با تو همه Thank you.
عکس فضلی با عکس خونه شما توی یه چیز شباهت داشت. بگو چی؟ چی؟ سوال قشنگ و به جایی بود. توی هر دو تا عکس یه زمانی به دوربین دادم تا خودم هم برم تو عکس وایسم. آره درسته. فقط توی این دو تا عکس بود که چند ثانیه واسه کلید زدن زمان دادم. این دوربین دل بخواهی از آینده عکس نمیگیره. فقط وقتی چند ثانیه واسه کلید زدن بهش فرصت بدی میره به آینده. خب برای اون عکسم چند ثانیه به زمان دادی؟ من میترسم. از چی؟ بابای فضلی. خب نیفته بمیره. خدا نکنم. از این پسر جون رو با کن. سلام. سلام آزینا. سلام. شما حالتون خوبه؟ شکر خدا. کسالت مسالت که چیزی که نداریم. شکر خدا. آزمایش و اینجور چیزا میرین دیگه نه؟ آزمایش چیه؟ آزمایش خون، چربی، قند، اوره، کلسترول. اصلا شما دوتا حالتون خوب نیستا؟ نگران حال شما هستیم. نگران حال من؟ ببینید مشکل اینه که یه چند وقتیه. گوش کن پسر جون، من صبح 8 پاچه میخورم، دوتا زبون، دوتا بناگوش با یه کاسه آب گوش، زود دو پوت سلاکه آب میخورم با یه پاشبن، عصرونه چه سیخ دیگر، شام هم هرچی مادر فضلی پخته باشه. هر روز 400 تا میل میزنم، دوست دارم تا 200 سالگی هم زنده باشم. ایشالله اگه قسمت باشه، میخوام یه سفرم کره ماه برم. حالا شما دوتا میگین چی هستین؟ هیچی آقا زینال، واقعیتش اصلا همینجوری گفتم، ببخشید. آدم عاقل بی خودی حرف نمیزنه پسر جون، یادتون باشه. چشم. تونه بره زیر ماشین؟ آره. مگه نمیتونه بره زیر ماشین؟ اصلا گیرم تو حالت خوب، تو چربی خون نداری، قند نداری، کلسترول نداری، اصلا فابریک، آکبند. بابا بروسلی هم بره زیر ماشین میفته میمیره دیگه. ببین منو شک نکن، این قطعا میفته زیر ماشین میمیره. حالا ببین مجید بسه، خجالت بکش. نشستی اینجا تو فکر مردن یه نفری که چی؟ من چیکار مردم دارم بابا؟ من دارم دوربین رو تست میکنم ببینم کار میکنه یا نه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چی شده فضلی؟ این بابای من کشته. چی تو میگی؟ این بابا حالا چی شده مگه ببینم؟ چرا سر؟ کش یعنی چی؟ تا دیروز زنده بود همه این مغازه، همه این مغازه سوال کنه. این کاف باشتا بابا این کاشم آقا رسی آمد با بچه من آمد به خدا بی اینجا هم سر با سرخستی هم نمه چی کمر داره. خوش آمد، خوش آمد. شاسی از آینده عکس میگیره، برکلا. من میرم یه هوایی بخورم. بشم. ای بابا برین کنار بذاری منم حرفمو بزنم. سر جاتون انقدر حرف نزنی، سر آقا عامد رفت. من عجله‌ای ندارم، حق آب و گل دارم، هر موقع شما بگی من میام. خانم اومدن براشون فال بگیره. فال؟
گفتم بهشون وقت ندارینا، اما شما نگران نباشین، من بهشون نوبت میدم. یکی گفته من فال میگیرم؟ خودشون فهمیدن. ما هم که چند ساله با شما همسایه ایم، تا حالا نمیدونستیم که شما بناز بیرونی را لعی خانوم بناز بیرون همشون. وقتی بیرونشون گردان باشه من که میگیریم که حالا برو تو کار مردم را بنداز دیگه. قربونت بزن تو خدا یه جوابی به من بگو، فقط یه کلمه بگو. چی؟ بگو فقط چیه؟ چی چیه خانوم؟ بگو بچه‌م چیه؟ به خدا دارم دیوونه میشم، هی میخوام برم سونوگرافی کنم. خواهر شوهر و مادر شوهرم مخالفن، میگن اشعه واسه بچه ضرر داره، میگن بچه ها رو... اشعه نداره خانوم، اصلا هم ضرر نداره. حالا چرا نمیگی؟ برای شما که مشکلی نیست. خب آقا حامد شما که میتونی بگو دیگه به این بنده خدا کشتیش. شوهرت چی میخواد؟ اون که چیزی نمیگه ولی دلش پسر میخواد. یه کلمه بگو راحتم کن. پسر قابل شما رو نداره. بفرمایید خانم، احتیاجی نیست. الهی 200 سال عمر کنی. حالا کجا داری میری؟ نمیدونم، فقط دارم میرم. با این چی کار کنی؟ آقا، یه فال میخوریم. چی؟ با این یه تومن، اینم یه تومن دیگه. تو اما رو گذاشتی سر کار. چرا؟ فال میلیون میلیون آدم این توه. اون وقت چی کار کنی؟ نمیدونم، فقط میدونم طلا دستمونه. من هم نمیدونم مجید. آقا سلام، یه دو تا آب معدنی به ما میدی؟ بفرمایید. دست شما درد نکنه. ببینم تو اگه منو نداشتی چی کار میکردی ها؟ چی شده؟ یه فکر عالی زده به سرم. بگو. خدا اگه بشه چی میشه؟ میخوام یه کاری برات بکنم که تک تک خشتای خونه تو طلا کنی. کدوم خونه؟ حالا همون خونه که بعدم میخری. ای دماغ ما رو بسوزو. یه فکر عالی دارم. ببینم تو شرط بندی چی میدونی ها؟ شرط بندی فوتبال. اینجا رو نگاه کن، داماش چهار پرسپولیسش. اینا چی کار داشتن میکردن؟ داشتن تو زمین راه میرفتن. این دوربین آینده رو نشون میده، آینده رو که نمیسازه. آره خب نمیسازه، ولی حتما علی آقا بعد بازی خجالتشون در اومده. ببین من بلدم از این چجور پول در بیارم، جاشم میدونم. بجم شما هم درد نکنه، چه چای در تمیزی هم هست. مرسی مرسی. شما چکرم خیلی خوشحالی. ممنون. اگه ببری، اگه ببری، اما یه لحظه تشریف میاری؟ اینجا اوضاع شرط بندی چه فلکی هست؟ چه؟ شرط بندی، رحم کلم. آها، میداشم، این کارو کار نداشم. چای تو بخور و من برم، آره داشم. داور هر کی میخواد باشه باشه، توپ که بره تو دروازه، کسی نمیشه منکرش. فرق داره، اگه یکی باشه مثلا هر کی میخواد باشه باشه، مهم نیست که سه امتیاز رو شاغشه، اونم حالا برس برسه، حالا میمونه چند چند چهار تا.
نیاز 60 گل گفتی. به جان همه منم هم میخواستم اینو بگم. 4-0. آره اما به نفع داماش. داماش 4 پرسپولیس 0. چوبلی نبود. مجید طرف رو یه نگاه بزن. برای تضعیف روحیه اومدی اینجا؟ نه داداش واسه شرط رو شرط بندی کنی. نکنه آبیا فرستادنت اینجا. نه عبدا ما مستقل عمل میکنیم. بکنم شما رو 4 حساسیم براتون سوء تفاهم پیش اومده. بابا من که عرض کردم کسی ما رو نفرستاده. اینو میگن مردونگی؟ بابا سوء تفاهم شده. من خودم اصالتا پرسپولیسی واسه علی کریمی رفیق 6 باشه. اشتهار دیگه نداری؟ راضی؟ راضی هم از چی؟ از شرط بندی. ایش میام. یعنی ما با این هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ فعلا که مغز متفکر تویی. دو تا پیشنهاد اینجوری دیگه بدی باید استخونامون از تو سطل آشغاله شهر جمع آوری کنم. قبول. من گاف دادم. ولی فکرشو بکن از این کوچولو خیلی کارا برمیاد. مثلا این که نتیجه مذاکرات 5 به علاوه 1 چی میشه؟ که چی؟ که این که مجید یه پیشنهاد دیگه تو مایه شرط بندی و اینا بدی خودم استخوناتو سانت سانت میشکنم. میگم هرچی فکر میکنم و بهتر از اون فالبینیه بهت نمیاد. خفه شو مجید، خفه شو. آب بخور. میگم یه عکس از منو ویترین این صرافی بگیر. بگو چرا. یه عده طلا میخرن، یه عده هم میفروشن. ببینم چی کار میکنی. نه 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 ببین تو عکس اولیه زده سکه طلا 870. عکس بعدی چیه؟ 895. عکس سومی رو بذار ببینم. 910 تومن. واو ویلا چیه؟ دلار چی؟ 3700. مگه الان چنده؟ 1200. سه برابر. ببینم تو چقدر به این دوربین زمان دادی. عکس مال چند سال بعده؟ مثل همیشه. واو ویلا بس ببینم. یعنی هم خونه هم ماشینو؟ ببین البته وسایل خونم هست. وسایل خونه؟ آره ولی اگر کم نریم اصلا لازم نیست طلا جواهراتو بفروشی. قول میدن در اسرع وقت بهتریناشو به پات بریزم. بدهی بالا آوردی چیکار داری میکنی؟ بدهی کدومه؟ بدهی بالا در بابا چی داری میگی؟ یه چیزی بهش بگو. زنی خودتونو حفظ کنی نرگس خانم. ما میخوایم تجارت کنیم. شما دو تا که طلا تاجر شدی. خب بعد یه جای شروع بکنیم یا نه؟ یه چیزیه ما اگه الان بخریم یه کیلو ماه قیمتش 3 برابر میشه. 3 برابر. 3 برابر. بله بله. میخوای تاجر مواد مخدر بشی؟ قاچاق من هر روز دارم میرم باشگاه جلسه خودم منو چه مواد مخدر چی داری میگی جلو دوستم؟ خب بهش بگو چی میخوای بخری. همین یه کارش مونده. خودت بگی بهتر نیست. بگو. وجود داری بگو. زمین. زمین چی؟ زمین دیگه. زمین. خب این زمین چه گفتیه؟ معدن طلاست یا معدن نفته؟ نه بابا. یا فکر کنی من ساده تو مخم پنبه گذاشتم؟ من تو به تو دروغ گفتم. من تو سر تو گله گذاشتم. یه زمین ها. یه زمین نرگس خانوم. یارو صاحبش آمریکا بوده تازه برگشته. باش. ببین اینقدر حال ندار بوده یه زب از فرودگاه بردنش خونه. تو برانکار بردن بعد. یه نفر کنارش نبوده بگه بابا زمینی که داری به اینا میدی متری 2 تومن حداقل متری 6 7 تومنه. داریم باز می‌خریم. ببین این داره حرف چرت تحویل من میده. طبق معمول همیشه. یکی نیز این بدبخت هیچکیو نداره بهش بگه آقای محترم آخه. این زمینه تو رو دو تا عرازل دارم به مفت میبرم. آخه 100 تا از این زمینا داره اصلا براش مهم نیست. 100 تا مثل من اینو میخره. پول داره. حرف نزن. این همش میگه پول داره. تمام ذهنش پوله. 1000 تا شده داشته باشه قیمتشو نمیدونه. خب قیمتشو نمیدونه. خب قیمتشو ندونه بابا. یکی شما داری میخری میگه طرف پول داره. مجید درست میگه. راستشو بهش بگو. من مگه این راستشو میگم. راستشو میگم. بیا راستشو میگم. جلو حالا دیگه با من اینجوری حرف نزنی ها. راستشو ببین واقعیتش اینه که این بنده خدا خب یه پسری داشته که به رحمت خدا رفته. حامد خیلی شبیه اونه. اون داره زمینو به ما مفت میده که هر موقع یاد پسرش افتاد قلبش آروم بگیره. حامد این راست میگه. اگر تو بگی راست بگی. من کوچیکی جفتتونم هستم. شما اونجا نه اون نرگس خانم.
پیرمرد اومد جلو، یهو منو دید با یه بغضی ته صداش، گفت پسرم نمیخوام بشنوم. هر چی چشم مجید جمع شده بود، یهو خودش انداخته تو بغل من زار زار گریه میکنه. مردم همینجوری مونده بود. همه تمام مشکو. همین یه دقیقه صبر کن. نه نه مگه شما نگفتی رو بران کارت گذاشتی؟ چرا؟ چرا؟ خب پس چی الان چی داری؟ بابا داشته رو بران کارت گریه میکرد. آقا تو همیشه به من شک داری. پدر ما رو درآوردی با این شکه. چی داری رو بران کارت گریه میکنه؟ کی کارو؟ آقا بران کارت بیار اینجا، من میشینم های های گریه میکنم. کاری داره؟ ببین تو نمیتونی رو بران کارت گریه کنی. بله من میتونم، تو نمیتونی. باشه تو همه کار میتونی. اصلا اورژانس مملکت ما انقدر بدبخته، انقدر بدبخته. یه مریضو میچپونه توی برانکارد، میچرخونه میچرخونه میچرخونه. تو این خونه داد زیاد شده. تو این خونه فقط برانکارد داد میزنم. ببینم من بزرگتر تو هستم یا نه، تو منو قبول داری یا نه؟ خیلی خیلی خیلی. دستوش بلند نمیکنم، دستوش بلند نمیکنم. من دستوزم بلند نمیکنم. ببینم من شوهر تو هستم یا نه، تو منو دوست داری یا نه؟ متاسفانه بله. متاسفانه بله. متاسفانه بله. متاسفانه بله. ببین اصلا منو درک نمیکنه بابا. من اگر جای این بودم، ببین شریک زندگی به من گفته بودی همچین چیزی ازم میخواد، به ارواح خاک مادرم، به ارواح خاک مادرم قسم. مادر زنده است، چند سال زنده باشه، من جای مادر شما رو گرفته. مگه جای مادر تو رو گرفته؟ جون تو، جون تو، جون خودت، جون خودت. نبینمت ها، نبینمت پاشوها. من میخوام این زمین رو ببینم. تمام. چه میدونم، خواستیم کلاس بذارم. پس کجاست این زمین؟ الان میرسیم، الان میرسیم. خب نمیرسیم که، ای دو ساعت داری میگی میرسیم، نمیرسیم. قور میزنه سر من. همش شک، همش تردید. برو بابا. همش تهمت. بکنم همینه ها، مجید رد نمیشه. آخه. کدومه؟ یادته. همینه برو پیچتو. بله. بس ببینم. مگه شما نگفتی برای خیابونه؟ نگفتیم برای خیابونه. ما گفتیم برای خیابونه. ایشون گفت برای خیابونه. نه گفتیم برای خیابونه. خواهش می‌کنم نرگس خانم شانتاج نکنید. کارشه. شانتاج کارشه. همین رو بپیچید. بله. کارشه کارشه. حرفاتونو یکی کنید. عجله. ظاهر واتر. مگه شما نگفتین اینجا زمینه؟ ما گفتیم زمین. شما نگفتید زمین. شما منو بلند نکن، نگفتید. ببخشید مگه این ساختمون رو چی ساخته شده؟ رو زمین. البته این ساختمونه، فرقش با زمین خیلیه. مثلا ساختمونه ولی کلنگیه. ساختمون کلنگی هم یعنی زمین، یعنی طلا، طلا، پول نفت. عزیزم بله عزیزم، چند لحظه میتونم وقت تو بگیرم؟ ببخشید خواهم بپرسم نظر چیه، میپسندی؟ من کی تالا رو حرف تو حرف زدم؟ تو چرا؟ مبارکه. مرسی. بله که میشناسم، هم شما رو هم خدا بیامرز پدرتون. حالا چه امری دارین انجام بدم؟ یکم دلار میخواستم. مثلا چقدر؟ به اندازه 12 میلیون تومان. یه لحظه. با ما چقدر حساب میکنین دلار رو؟ با شما 1270 فروش. ممنون. سلام علیکم، خوش آمدید. بس بفرمایید. امید خدا شما انجام میشه. میگم حامد یه موقع دلار رو همین قیمت نمونه بعد بخشیم. میگم حامد یه موقع دوزی چیزی نزنه بعد بخشیم. چرا نفوس بد میدنی؟ دوز به من و تو چی کار داره؟ اگه برسه به 1 میلیون 6 میلیون دلاری دیگه فقط لباس هامون مونده. اونم بد فکری نیست. البته دیگه یه جوری بدم نمیگی ها. اصلا اگه میشه بریم از این صندوق های قرض الحسنه وام بگیریم. آی کیو بریم قرض الحسنه بگیم وام میخوایم دلار بگیریم. قرض الحسنه یه جزئی وام میده واسه عروسی، جهازی، چیزی. آره خب از اون وام دلاریاش هم هست، مونتاژ به بنده و جناب علی نمیرسه. که اگه برسه عجب کویتی میشه.
میفروشمش. حیفا. ولی مشتریشو دارم. بده میشه میرم. سند تجاری 70 متر بر خیابون 1 متر هم پرتی نداره. یعنی جواهر. فقط این آقا آمده ما پول لازمه. یه وکالت بلاعزد و یه موبایلنامه و تموم. پول تازه آقا. من پولم آماده. فردا میتونیم بریم مخزن. ایشالله خیرش رو ببینیم. مبارک که تشه بشه آیدیم. چکه بریم بقیه صحبت رو باشیم. آقا آمد با اجازت بنام. قربونت برم. دمت کرد. آقا خدا حافظشون. فروختین؟ این هم از چقدر لازم دارین؟ چی؟ پرسیدم چقدر لازم دارین که میخواین عکاسی رو بفروشین؟ اگه بحث پوله من یکم دارم. سهم ارثمو گذاشتم بانک. اگه مشکل شما رو حل میکنه. کی گفته من مشکل دارم؟ خب مشکل داری دیگه حامد جان. چرا تعارف میکنی با شیرین خانم؟ آره عزیز من مشکل داره شیرین خانم. حسابی هم مشکل داره. به حدی که اگه کل اینجا رو بفروشه بازم بدهکار میمونه. من 400 میلیون تو بانک دارم. میخواستم یه آپارتمان بخرم. ولی اگه شما اینقدر گرفتاری. اصلا صحبت گرفتاری من نیست. اتفاقا دقیقا صحبت گرفتاری شما سامه جان. ما که نمیخوایم پول شیرین خانمو بخوریم. پولو میگیریم ازشون بعدن با سودش بهشون برمیگردونیم. مجید برام مهم نیست مشکل چیه. فقط میخوام شما خیالتون راحت باشه. شماره 75 صحبت از یه مسافر روز قامل درسته؟ درسته. نمیشه که نسبت میگم خبر موری داری؟ مثلا چی؟ گفتم اگه اطلاعاتی چیزی داری به ما بگی ما هم شریک میشیم. کدوم اطلاعات؟ زنگ میزنم شنبه صبح. پس این دلار کی میره بالا؟ ببینم یه وقت به مدیر رو گفته باشی بعد وقت میشه میره فقط خونه رو ببین قول بده فکت هم نیفته. انقدر این خونه شیکه. برو جلو عجب جاییه. ببینی چه خونه خریده شوهرم. خیلی قشنگه نه؟ همچی پلنگی هم نیست. نه چقدر عالیه. میتونه همش ده طبقه اینو بسازه بره بالا. عالیه. که نباید تو تره فرسوده باشه. خیلی عالیه. محشر اصلا خونه. محشر. بیا بیا. بری بیا. صدا میاد. کیه؟ متوجه شدی که. این درها رو آهنها رو در میاریش. مرتب. میذاری کنار آجرها رو من. مرتب که در بودیم بذارین بغل که بتونیم بعدا تو فونداسیون ببخش. استفاده ببخشید آقا من معذرت میخوام. خیلی خیلی ببخشید بفهم. شما اینجا چی کار میکنین؟ داریم با آقایون راجع به تخریب خونمون صحبت کنیم. یه بار خونتون؟ بله خونم. خونتون؟ خونمون بله. من معذرت میخوام آقا. من حتماً فکر میکنم یک اشتباهی شده به دلیل اینکه اینجا خونه شوهر من و شریکشه. نکنه مجید معتاد شده. شاید خدا نکرده افتاده تو کار قماری چیزی. فقط یه دلیل میتونه داشته باشه. اونم پایه یه زن وسط باشه. مردا همشون همینطورن. همچی که تومونشون دوتا میشه آخرش میشه این. چه کار داری به مردا؟ تو هم حوصله داری یا؟ همتون همینجورین مگه غیر از اینه؟ گند زدی با این برنامه ریزیت بعد اینکه چی کار کنن؟ گیرم که دلارا تکون نخوره. خود دلارا که هست میفروشیم به همون قیمت. بله دلارا هست ولی خیالت میتونیم اون آپارتمان رو به همون قیمت بخریم؟ فراموش کردیم اونا رو ما فروختیم. آره حامد اینا اینجا چی کار میکنه؟ سلام آقا جون. سلام. بفرمایی تو بفرمایی. نرگس آقا
بابا جواب که فروختی خونه رو تحویل مشتری بده بره دیگه. چرا داری اذیت میکنی؟ مگه ما هم دیگه صحبت نکردیم؟ مگه قرار نشد دوتایی بریم خونه بابات؟ دوتایی نه، من تنها میرم خونه بابا. خونه من برم تو خیابون بخوابم؟ نه تو نه خیابون نه، ازم برو خونه همون خانمی که سپرده خونه جهاز زن تو براش خرجش کردی. نمیشه داری میگی دوباره؟ یارو میخواد دست به من ازم جلو نیا دیگه، دنبال من نمیای، تلفن نمیکنی، به هیچ وجه نرگس دیگه مرد تو زندگی، تو زندگی آدم آدمی به دروغگویی تو اون رفیق دنبال من نیا. یه خالی بند مردش رو اون ترکیبه تو برم. آره با تو هم قرازه در بود آقون بسر تو پاک خاطی کردی. چی گفته این دوربین قرازه میتونه آینده رو تشخیص بده ها؟ فنا راست میگفت، همش تو توهمی، همش تو خیالاتی. مگه این دوربین رو تو نخریدی؟ مگه تو نیوردی داریش به من؟ مگه نگفتی نگاتیو و کوفت و زهر ما؟ یه حرفایی میزنی برای خودت. بلی ببینم، من گفتم این از آینده عکس میگیره ها؟ من گفتم بریم از آینده عکس بگیریم؟ اصلا کدوم عکس؟ کدوم آینده ها؟ من چه میدونم، من که فتوشاپ و نمیدونم عکاسی این حرفا رو بلد نیستم که، معلوم نیست چه کلکیست. آره مجید بهتر خفشی، دمت گرم، فردا میریم $2 رو میفروشیم به هر قیمتی که شد، هرچی هم که بابت خونه و اساست ضرر کردی پای من، بهت میدم برو یه دونه عین خونه قبلی تو بخر. اصلا منظورم این نبود، دیگه خفشو میخوام تلویزیون ببینم. امروز در بازار تهران قیمت دلار با جهشی 150 تومانی به بالاتر از 1400 تومان رسید. این در حالی است که طی ماه گذشته قیمت دلار تقریبا ثابت بوده است. درست شنیدم بالا بی‌سابقه ارزیابی کردند. پیش بینی شده است این روند در طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. بالا رفت. یا اتفاقی باعث شده که فقط بالا رفت. الهی من قربونت برم. دست از دست. چرا؟ بابا دوربینه رو خودم خریدم، داری به من میگی چجوری باش کار کنم؟ الهی قربون اون شکل فانتزیت برم. چقدر من بهت گفتم تو دوربین کار درستی هستی؟ گوش نمیکنی که همش حرف خودشو میزنه. من چند بار گفتم آقا عامر عزیز من این دوربین خوب کار میکنه. خدایا شکرت، خدایا شکرت آقا عامر. دیدی بهت گفتم، گفتم میخوای پول داشتی باید به حرفای داداشت گوش کنی. راضی هم ازت. شده داره میرسه به دوتومن. دوتو راضیم. چی کار داری میکنی؟ من دارم میرم نرگس رو برش گردونم. سوپریه، یکم خرت و پرت خواستم. من وام کارم.
چی میخوای؟ نه اگه 30 دقیقه در واکن. خواهش میکنم برو. میگم 10 دقیقه در واکن کار دارم. خجالت هم نمیکشه. چه اخلاق منو میدونی؟ تا فردا اینجا وای میستم آبروریزی را میندازم. واکن درو. باری کلا تا شب وایسا. دکتر درو باز کن بذار بیاد بالا. مجید برو. پشت در آبروریزی میکنه ها. مثل همه مردا هزار تا خلاف میکنن بعد به غلط کردم میافتن. خانم دست فردار. بی بالا. چی میخوای از این مردا؟ ای با اینجا رو چمدونش هم با خودش آورده. میخواید دیوونه بازی رو بده. ای بابا دیوونه بازی چی الان که شلوغش میکنی؟ آقا جون این روزنامه رو نگاه کنی اون قسمتی که دورش خط کشیدم قیمت دلار رو میگم. این چیه؟ قیمت دلار شده 2000 تومان. آقا جون کلی کشیده بالا. تو این بارش هم اگر بشمورین 1,000,000 دلاره. 1,000,000 دلار. بله. اینا البته همش مال من نیستا، یعنی نصفش مال حامده، نصف دیگه‌اش مال منه. چجوری؟ بالاخره دیگه با پول همون خونه‌ای که جنبالی به خاطرش قهر کردی خریدم با پول سپرده ها، البته اون موقعی که دلار ارزون بود. نگفتم این آقا مجید کارش درسته، هیچ وقت رای خلاف نمیره. از اولم به تو نگفته بودم، همینو میگفتم دیگه. مامان عاشقته، نمیدونی چقدر پشتت خوب میگه. بله طرفدار اصلا توی خونه. اتفاقا وقتی برادر بودم صدای جک خیرشون از پای آیفون میومد. آره اینو ببر اینجا یه نگاهی بشه. با همه پولا رو گذاشتی خونه پدر نرگس؟ آره خب اونجا که امتره، خونه تو که هیچ وقت هیچکی نیست. اینو ببین. حالا کجا داری میری؟ ما اینم عجله. صرافه زنگ زد گفت میخواد ببینت. چیکار داره؟ نمیدونم، گفت به نفعتونه بیام. سلام آقای شیبانی. سلام حامد خان، حال شما خوبه؟ قربان. کجا بریم؟ بفرمایید بالا قربان. بفرمایید. ببخشید، ما را آوردین اینجا که تماشا میکنیم. نه، گفتم بیان اینجا یه سوالی ازتون میکنم. بفرمایید. شما اطلاعاتتون از کجا میگیرین؟ خوش بریم. بشین. خیلی خوب، اطلاعات از هر جا و هر کی میگیرین به خودتون مربوطه. من میخوام با شما شریک بشم. تا حالا چقدر دلار خریدین؟ نمیخواد دو تا چهار تا کنیم. خودم میدونم. 1,604,000 دلار. مسخره است. آدم این همه اطلاعات داشته باشه وقت انقدر گنجش روزی باشه. اگه میخوای کاری بکنی کار بزرگ بکن بچه. کار بزرگو با آدم بزرگ میشه کرد. من حاضرم برای اطلاعاتی که شما دارین 1,000,000,000 تومان سرمایه گذاری کنم. میدونی 1,000,000,000 تومان چقدر میشه؟ یه دونه 1,012,000. چطوره؟ 12,000. اگه لازم باشه تا 10 برابرش هم میرم بالا. شما بگو بخر، میخرم. بگو بفروش، میفروشم. 10% از سودش هم مال شما. چطوره؟ یه لحظه ببخشید، یعنی 10% اون 12,000 مال ما؟ الان نمیخواد جواب بدی. فردا بیان لباسون با هم صحبت میکنیم، قرارداد میبندیم و یه کمی هم زندگی میکنیم. میکنیم. چطوره؟ ببینم نظرت چیه؟ بگرم یه انبار خوبم باید پیدا کنیم ها؟ بالاخره این پولا رو باید یه جا جاساز کنیم اگه نه دوست دارم. راستی دیرون رفتم یه شونا تخم مرغ بخرم، خریدم 7,000 تومان. میدونه دوناش چند میوختی؟ برگشتم میگم آقای عزیز 2 روز پیش اومدم خریدم همین 2,000 تومان. آقا برمیگرده با هم میگه بگه نمیدونه دلار گران شده. میگم آقای عزیز بگه مرغ دلار میخوره که تخم کنه، این درسته؟ خبر نداری، رفتم گوش بخرم شده 3 برابر. اومدم خونه به عیال میگم گوش بی گوش،
از این به بعد نخود و لوبیا و عدس و لپه رو آب پز میکنی میدی بچه ها میخورن دیگه وقت هم نمیرسه. پسرم از دانشگاه اومد، برای خودم خیلی گرانجار رفتم، برگشتم گفتم پسرم این ترم نمیتونم تو رو دیگه دانشگاه بفرستم، این یه ترم کنسل کن، برای اینکه دستم خالیه تا ترم دیگه ببینم خدا چی میخواد. میگن خوب شده خیر اینجا گذشتی یا میراث فرهنگی تا حالا نیومده به اسم آثار باستانی اینجا رو ضبط کنه، شانس آوردی. نگاه کن سقفش هم داره میره. حامه آدرس رو فرستادن، زده لباسون سید پیاز خیابون زعفران استوالیه پلاک 20 ساعت 11 تا 11 نیم منتظر شمایی. ببین اینا جدی هنو بس کلی پوله بابا، چی کار میکنیم؟ دوربین برده بریم دو تا عکس بندازیم. بدو جواب بده نمیاد. آره چی نمیاد؟ من کار واجب داری فردا. کاری ندارم ولی اونجا هم نمیشه. داری شوخی میکنی ها؟ شوخی شنبل رفیق. کاملا دارم جدی میگم. تو گل متوجه نیستی شوخی شوخی ما داریم میلیاردر میشیم، اون وقت با من اینجوری حرف میزنی؟ اون وقت قیمتشو کی میده؟ من چه میدونم مثلا به ما چی قیمتشون؟ آدمی میده که تخم مرغ میخره دونه 250، قیمتشون مردی میده که به زنش میگه اسم و شکل گوشت و فراموش کن، قیمتشون راننده میده که به بچهش میگه امسال مرخصی بگیر چون شهریهشو نداره بده، قیمتشو اینا میدن. ببینم مگه من دارم دلار بالا پایین میکنم؟ من فقط میدونم اوضاع چی میشه. در ضمن یه چیزی رو فراموش کردی رفیق، من و تو این دوربین رو هم دیگه شریکیم. این دوربین این تو، آدرسم که داری. آخه تکخوری تو ذات ما نیست، یعنی اگرم باشه نمیشه. چرا هم بلدی عکس بگیری هم میدونی که باید زمان بدی بشه. آره خب فقط اون دوربین و ترکیب فقط با دست تو کار میکنه. یعنی چی؟ گلاب برود من چند روز پیش دوربینه رو برداشتم رفتم بین مریج چند تا عکس باش بندازم، ببین 3 ثانیه 5 ثانیه 50 ثانیه دوربینه فقط با دست تو از آینده عکس میگیره. بدشانسی ما اینه. پس مجبوری بگی نمیای. شوخی میکنی نه؟ کاملا جدیم. ببین رفیق تو چی فکر کردی ها؟ فکر کردی اگه ما عکس نگیریم دلار میاد پایین؟ فکر کردی اون بنده خدا میتونه بچه‌ش رو ببره دانشگاه؟ برای من آدمای مثل اجتماعی در نیار. به به مشتاق دیدار رانا خانم. ببینم که همچین حسابی. ببین مجید حوصله خوشمزگیاتو ندارم، وقتی بهم زنگ زدی نتونستم بهت بگم نه، به خاطر همین گفتم بیا اینجا بشینیم با هم حرف بزنیم. اگه میخوای در مورد حامد با من حرف بزنی نه حوصله‌شو دارم نه وقتشو. البته چیزی که میخوام بهت بگم حسابی حوصله‌تو سر جاش میاره. حامد عکاسی فروخته دیگه، دیر شده. اون وقت که باید میفروخت نفروخت، من دیگه نامزد دارم. ببین دختر گل الکی هرش نشه، اگه بگم حامد تو شرایطیه که مثلا الان میتونه یه انگشتر 30 میلیونی برات بگیره و یه ماشین 100 میلیونی چی؟ بازم میگم نه. خب حالا اگه بگم یه اتفاقای عجیبی افتاده که حامد مثلا میتونه همین الان یه انگشتر 500 میلیونی برات بگیره و یه ماشین 1 میلیاردی حالا چی؟ داری شوخی میکنی نه؟ نه اصلا. چی شده؟ گنج پیدا کرده؟ به تو عکاسی چاه نفت پیدا شده؟ از هر دوشون بالاتر. چرا خاموش میکنی؟ طوری شده؟ نه اتفاق بدی افتاده؟ حالا مثلا خوب نیست. میشه لطفا چرا خاموش کنی بری؟ گفتم چرا؟ سلام. سلام. خوبی؟ آره خوبم. اومدم امانتی رو پس بگیرم. Thank you.
من میتونم برم؟ بله بفرمایید. خسته نباشید مامان. خداحافظ. خداحافظتون. مثل یه قصه به نظر میاد، یه رویا. ترسیدی نه؟ راستشو بخوای از این که بتونم بگم فردا چی میشه، آره. از وقتی هم یکی پیدا شده حاضر شده 1000 میلیارد سرمایه بذاره، مجید که پاک خاطی کرده، اما من میترسم. اون نمیدونه یارو داره سر زندگی های مردم معامله میکنه، شاید هم میدونه براش مهم نیست، اما من نمیتونم. خوب شد که اومدی، هیچکی رو نداشتم باش درد دل کنم. حالا که هستم، حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوام دوربین رو سر به نیست کنم. دیوونگیه نه؟ نه، هر تصمیمی تو بگیری من باش موافقم. میخوای بندازیمش تو دریا؟ یا بندازیمش زیر چرخهای قطار؟ اصلا غلط کرد. از حالا هر تصمیمی بگیری تا ته ته دنیا باهات. یه قرار یخی، یه ستار، یه سر، یه شب از همه چی به خدا گره کرد، یه دفعه خودش همه چی را سپرد، دیگه گریه نکرد، فقط حاصل کرد. سلام مجید. سلام حامد. میخواستم امروز ببینم ما که به خاطر جناب علی پاک از کار و زندگی افتادیم. ولی اونم به چشم. رعنا برگشته. شوخی میکنی؟ مبارک باشه. رعنا برگشته. مجید، میخواستم اگه بشه تکلیف اون امانتی رو روشن کنیم. چیو؟ امانتی و دلارا رو. وقت یعنی چی؟ چی روشنش کنیم؟ یعنی که هر کدوم سهم خودمون رو برمی‌داریم و پول شیرین هم پس میدیم. وقت بعدش؟ من و رعنا میخوایم ازدواج کنیم. عکاسی هم که باید تحویل بدم. گفتم بهتره که اون قضیه چیز چی میشه؟ تکلیف چیز؟ اون آقای دیگه 12 تا 0. من با رعنا صحبت کردم، اونم نظر منو داره. چه جالب. اونم نظر تو داره؟ یعنی دوربین رو سر به نیستش میکنی. خوره بیرم بابا سر به نیستش میکنه. انگار دست اوناست. چی شده؟ چی رو سر به نیست میکنی؟ ایچی، جفتی دارن دورمون میزنن. چی شده مجید؟ همون حکایت قدیمیه. بوی پول که میاد وسط نامردی و دوروبازی و زیرو رو کشی شروع میشه. حامد هم مثل بقیه بوی پول به نشامش خورده، این رگ نامردیش همچی ورم کرده. یعنی عکاسی واقعا تعطیل میشه؟ اینجا فروخته شد، یعنی باید تحویلش بدیم. خودت که میدونی امروز پولتو پس میدم، باید دو برابر شده باشه. من که نخواستم. بالاخره سود پولته، ما هم باش کار کردیم، انقدر سود داده، انقدری از که باید. آقای حامد مهدوی؟ بله. باید با ما بیاید. شما؟ برای چی؟ فعلا تشریف بیارید، بعدا متوجه میشید. منم باهاش میام. شیرین بهتر که تو همین. منم باهاتون میام آقا حامد. دست من راست، حکمت کوی. حکم میخوای؟ اونم حکم. لبا لبا چیه؟
چیه؟ چیه نگاه میکنی؟ جمع کاغذی رو برو. گوش کن رهنه خانم، من اومدم شما رو ببینم که بگم یه خیری به هممون برسه، یه دیگه واسه هممون بجوشه. ولی مثل اینکه شما آقا عامد تصمیم گرفتیم ما رو این وسط دور بزنین و تنهایی بشینین سر سفره حاضر آماده اون 1 و 12 تا 0. میخواستم بهتون بگم دیگه که برای من نجوشه، میخوام سر سگ توش بجوشه. میدونش کنم بالا؟ نه بابا، کار به اونجور جا نمیکشه. بشین باوجو، بشین. شما نمیخوای بگی ما رو واسه چی آوردی اینجا؟ واسه اینکه بهتون عزت بذارم. شما جماعت معامله‌گر، نه احترام، نه لبخند، نه زبون خوش، هیچ چیزی رو بی درد سر نمیخوای. خیلی آشقالی یشی ما بابا. تو نمیدونی که به هر کسی نمیشه نگفت. حالا به هم میگی اون اطلاعات از کجا آوردی؟ البته مهم نیست از کجا و از کی یا اون دوربین قرازت، فقط اینو بدون من اون اطلاعاتو میخوام. اینم جعبه مارگریت، برات آوردیمش. کار مجیده. چرا از خودش اطلاعاتو نگرفتی؟ خودت گفتی که فقط تو دستای تو کار میکنه. فکر کردی میذاشتم این دوربینو با دستات بندازی زیر چرخای قطار؟ همه تو کی میخوای بزرگ بشی؟ پول در آوردن خیلی آسونه، ولی تو عرضه همینم هم نداشتی. کاش یه خورده جنمو عقل این دختر رو تو داشتی. کلی گشتم تا آقای میران رو پیدا کردم تا بهش بگم تو مخت کار نمیکنه، ولی من اهل معاملم. هنوزم دیر نشده پسر، هنوزم. خفه شو. تو که نمیخوای با صورت له و لورده و در به داغونه اینجا بری بیرون. من که میدونم هرچی زودتر حرف میزنی، بس بهتر زودتر بگی همه چیزو، تا اون صورت خوشگلت از ریخت و قیافه نیفتاده. بهتره هرچی میدونی بگی. گفتم خفه شو. هر وقت راضی شد حرف بزنه، اون وقت منو خبر کنی. بودن یا اگه بودن مال کجا بودن؟ دنبال چی بودن؟ مجید، من میگم به اون دلارا که رب نداره. ها نه بابا، چه ربطی داره؟ آقا جان پاشو برو از یه جا بپرس. از کجا؟ چه میدونم، کلانتری، آگاهی، هر جا. من نمیدونم، بالاخره بفهمیم چی شده. ای
کمکش کن رنا خانم، تو خدا حالش خیلی بده. تو نمیخوای آدم بشی حامد؟ اینا با کسی شوخی ندارن، نه عکاس نه غیبگو، میکشنت به راحتی. بهتره باشون همکاری کنی. التماست میکنم. چیه؟ عاشق شدی؟ عرض به حضورتون که من با پای خودم اومدم اینجا، یعنی واقعیتشو بخواین این بودش که یکی از دوستان من مدت کوتاهی است که مفقود شده، ازش بی‌خبریم. اومدم اتفاقا به یکی از همکارتون عرض کردم، گفتم شاید بتونم اطلاعاتی بگیرم. حالا دوباره همه چی رو از اول برای من تعریف کنید. برو اینجا، چه خبره داریوش؟ دوربین و موربین و همه اینا کشکه، به سر سر کار گذاشته تد. اینطور نیست آقا میران، حامد به من دروغ نمیگه. شما زنو خیلی ساده این، اون از یه جا دیگه اطلاعات میگیره برای رد گم کرده. شما اجازه بدین این قضیه دیگه تمومه، تموم. ترتیب هر دوتاشونو بدین. این دوربین بدون حامد کار نمیکنه ها. خانم دوربینتو بذار زیر بغلتو برو، انقدرم وقت منو نگیر. کشتن اونا هیچ نفعی برای شما نداره. پسره داره میمیره، میگه چی کارش کنم؟ ببرمش بیمارستان؟ بگم به خاطر دریوری های دختر نادون زدیم شلوپرش کردیم؟ خودمان بچه هم تو خطر بندازم؟ هر اثر این دوتا تو این خونه از پاکش کنین. آقا من هرچی میگم اینجا به همه این مسائل رب داره. شما کافی آقا سرکار نعمتی. حالا قربان به تو آقا، بقیه حرفای اینو بشنو. چشمم آقا یه دقیقه واسه ببینم، یعنی من همه اینا رو دوباره بعد از اول بگم؟ نه آقا از همینجا بگو. آقا حامد، آقا حامد تو رو خدا نخوابین. آقا حامد شما نباید بخوابین، ممکنه خونریزی داخلی کرده باشی. نباید بخوابی، میشنوی؟ تو رو خدا نفس بکشه باشه. باشه تو واقعا دیوونه ای، خودتو تو درد سر انداختی. چرا این کار کردی جلال؟ ما از اینجا نجات پیدا میکنیم آقا حامد. تو دختر خوبی هستی شیرین. که بهم دادیم میخواستم بدونی که مهم نبود. من اون کار به خاطر تو کردم. فقط یه دیوونه میتونست اون کار رو بکنه. با اون پول میخواستی واسه خودت خونه بخری، قمش دادی به من. کجا مطمئن بودی به پسش میدم؟ مهم نبود. اون پول همه زندگی بود بچه. گاهی وقتا زندگی آدم دیگه مهمتر از زندگی خودت میشه. زندگی منم برای تو اینطوری بود. به این مهمی بعضی وقتا خیلی زود دیر میشم، انقدر که فقط میتونی به یه حیف. حامد، حامد خواهش میکنم، حامد خواهش میکنم نفس بکش. حامد خواهش میکنم نفس بکش. تو خدا، تو خدا نفس.
گفت پول از من، اطلاعات از شما میشیم چی؟ شریک. گفت من حاضرم سرمایه گذاری کنم. چقدر؟ این خودکار رو بده من داداش. گفت یه یک 12 تا 0 تا 10 برابرم حاضرم اضافه کنم. اون گفت سب کن بینم، یه یک 12 تا 0 خیلی میشه نه؟ وای سلام، من برمیگردم. آنمتی من دستشویی هم دارم. اون قضیه که واسه من تعریف کردی واسه آجاقان تعریف کن. از اولش بگم؟ از اول نمیخواد بگی، همون تو که آخرش بگو، همون که یه دونه 1 تا 12 تا 0. عرض به حضورتون قرار شد سرمایه رو اون بذاره، اطلاعات از ما با هم شریک شیم. تو چه کاری؟ تو آجاقا بیا بشین از اول، من برات توضیح بدم. اولش رو نمیخوام، اونی که میخواستیم پولو بهتون بده اسمشو بهتون گفت؟ خیر. نشونه ای؟ آدرسی؟ آدرس؟ بله بله دارم. بده ببینم. همراهم که نیست، تو گوشی حامده دوستم، فرستاد برای اون. ولی من آدرس یواشکی نگاه کردم داداش، لواسونه. مطمئنی؟ شک ندارم، فقط اسم محلش یادم نمیاد. پیاز چهار، چال پیاز، پیاز زید پیاز؟ زید پیاز، دقیقا همینطوره. اسم خیابونشو خوب یادمه، زعفران. مطمئنی؟ شک ندارم، اینو دیگه مطمئنم. این اسم مادر بزرگ خدا بیامرز یارش بر را بیافتیم، آبادی زعفران بود. من باز میکنم. بله؟ سلام علیکم، من مجید هستم. سلام، با کی کار داری؟ من با اون آقایی که اشتباه آمدی آقا. آقا گوش کن یه دقیقه به من، من با اون آقایی کار دارم که دنبال اطلاعات میگشت. من مجیدم، خودم هستم. اگه شما واقعا خودش باشی که از اول باید منو میشناختی. من کجا اطمینان کنم؟ میشنوم. مگه شما دنبال اطلاعات نیستین؟ چی میگه؟ کیه؟ بیا تو صحبت میکنم. اینجوری که نمیشه. ببینم اون درصدی که تیک کرده بودین به من میدین یا نه؟ پای حرفتون هستین دیگه؟ گفتم بیا تو صحبت کنیم. چرا وایسادی؟ آشی اومدم. شما این سر خودت آوردی رفیق. یک با 12 تا 0.
دست میدی بالا. یه دقیقه وای میسی میخوام خودم را برم. دیدیتون هستم. میشه یه سوال بپرسم؟ بپرس. اون دوربین واقعا از آینده عکس میگرفت؟ اگه من میخواستم آره. پس کاش که عکسم از من میگرفتی. بیا جلو. کیه قلم؟ خودم هم میتونم آینده تو بهت بگم، احتیاجی به دوربین نیست. تو طالعت یه پسر میبینم با یه دختر، زندگی خوبی داری، نه خیلی پولدار نه محتاج، ولی آرامش هست. فقط همه اینا یه شرط داره. چی؟ اگه به خواستگارت بگی آره. خواستگارم؟ حالا میگی جوابت چیه؟ این الان یعنی خواستگاری؟ شب ستاره هامو ظاهر کن تا صورت ماه تو کامشه، پشت سر ما توی این عکس‌ها